سلام، من خانم خوشمزه هستم. امروز میخوام به یک سوالی که خیلی زیاد دوستان عزیز از شهرهای مختلف، مملکتهای مختلف، دههای مختلف، قارههای مختلف به میکنن جواب بدم. اون سوالم اینه که با غذای یه شب مونده، دو شب مونده، سه شب مونده، چهار شب الی آخر چی کار میشه کرد؟ این جوابش خانمای عزیز، آقایان عزیز البته، خیلی خیلی ساده است. برای این کار شما غذاهای یه شب مونده، دو شب مونده، سه شب مونده لازم داری. چیز دیگه ای که لازم داریم تخم مرغ و البته تابه، تابه لازم داریم و روغن لازم داریم، روغن اینجا گذاشتم، روغن لازم داریم و یه کاسه کوچیک. اینا رو همه با هم قاطی کنیم و از نظر ادویه خانم ما همیشه یادتون باشه شما باید زردش کنید. زرد یادتون باشه همه چی درست میشه. چیه زرد؟ زرد برای زردچوبه، زش برای زردچوبه است، رش واسه ربه و دش واسه دارچینه. زردش میکنید. خیلی حالا من شروع کنم، اما قبل از اینکه شروع کنم میخواستم شماره تلفنم بهتون نشون بدم که اگه خواستین با من حتما تماس بگیرید. سوالی چیزی داشتین من اینجا در خدمتتون هستم. اینم شماره تلفن ماست، لطفاً یه تلفنی به من بکنین اگه سوالی داشتین. خب داشتیم میگفتیم که با غذای شب مونده، دو شب مونده، شش شب مونده چی کار کنیم. این آش رشته است. آش رشته رو من 5 روز پیش درست کردم. البته قبلا یه خود آشتر بود، حالا شده رشته تر. ولی اینو میتونیم اینجا بذاریم. یک قاشق مرباخوری، شاید هم سوپخوری، یا اینکه یه ملاقه، هر چی دوست دارید. میریزیم تو ظرفتون. حالا من یه خود بیشتر میریزم. بله، خیلی خوب. بعد اون ادویه‌ای که بهتون گفتم، زرد. زردچوبه. آه ببخشید زردچوبم تموم شده. خب یه ذره داریم. صبر کنید. خب نشد اینجوری میکنید. نشد بازم. وا. خب زردچوبشو بدش. یه خود داشتیم. روب خیلی لازمه. لازم باشه که باید زردش کنید. دارچین یکی از اون ادویه های خیلی خیلی غنی هستش که از اون باید بیشتر بریزین. یه خوده میدونی هم برای خودتون خوبه هم برای همه فامیلتون. خیلی عالی. خب حالا اینا رو دیدین که خیلی قشنگ شده، تخم مرغ رو میزنین و میندازین توش رو هم میزنین، هم که خوب خورد این تابه رو آماده میکنین. حالا بریم با هم سراغ تابه. چراغو روشن میکنیم. روغن به اندازه کافی. روغن گیاهی برای همه خیلی خوبه. من نمیدونم چرا همه میخوان دیگه تو غذاشون روغن نریزن. من نمیفهمم برای چیه. برای اینکه روغن خیلی چیز خوبیه برای بدن. چاق و چلت رو میکنه. عالیه. خب اینو میذاریم کنار رو. اینو خوب همش میزنیم و میبینیم که چقدر خوشرنگ و قشنگ شده. این مایه رو می‌ریزیم تو روغن. خب روغنتون البته باید صبر کنید خوب داغ بشه. ولی خب من چون وقت ندارم اونجا، کارگردان داره میگه که من باید خیلی تندتر این کار رو نشون بدم. مثل که چند تا تلفنم رو خط داری. حالا من اینو بریزم این تو و حتما اون تلفن‌های شما جواب خواهیم داد. خب ببخشید. خب حالا بریم رو خط. بذارید صدرجش بکنه کم کنم که ما بتونیم بریم رو خط. تلفن داریم. از کی داریم آقای کارگردان؟ آقای حسینی هستن. آقای حسینی. نه خیر، بقایی از بندر عباس هستم. آقای بقایی از بندر عباس. چرا گفتین حسینی؟ ببخشید خیلی معذرت میخوام. حالتون خوبه آقای شما بقایی؟ خانم خوشمزه هستین؟ بله. خودتونین؟ خودم من خودتونین؟ بله. حالتون خوبه؟ البته
خسته نباشید. سلامت باشین آقای بقایی. از کجا فرم بودین تلفن کردین؟ بندر عباس عرض کردم. بندر عباس، خیلی خوشحالم. صداتون یه خود ناجور میاد آقای بقایی، ولی خیلی از این که به من تلفن کردین ممنون. شما سوالی با من؟ شما خوبی؟ من خوبم الحمدلله، شما چطورین؟ منم خوبم. خسته نباشید. ای سلامت باشین آقای بقایی، خیلی ممنون، لطف دارین. شما چطورین؟ خانم خوشمزه، ما همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنیم. بله، ای خیلی به من لطف دارین، خیلی ممنون. اونجا نشون میدن برنامه های منو؟ بله، ما از طریق ماهواره برنامه شما رو میبینیم. خیلی من از این لطف شما خوشحالم. سوالی داشتین آقای بقایی؟ سوال؟ ها، خسته نباشید. اینو که گفتی آقای بقایی، خیلی ممنون. یک لحظه صبر کنید، من برنامه شما رو نگاه میکنم، هم خانومم. اجازه میدین؟ اقدس بیا خانم خوشمزه است پای تلویزیون. آقای بقایی صداتون یه خود زیادی بلند شد. خب خیلی به خانمتون، ما زیاد وقت نداریم، خیلی زیاد سوالی داری نگه بکنیم. نه سوالی که نداریم، فقط میخواستیم بگیم خسته نباش. خب خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون آقای بقایی، شما به خانمتونم خیلی سلام برسونید. فقط و من خیلی خوشحالم که برنامه ما رو میبینید. خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه کوکومون بسوزه بریم اینجا ببینیم کوکومون در چه حاله. کوکومون خیلی قشنگ شده اتفاقاً. حالا من از نورش رو میکنم، ولی چون وقت نیست من خیلی خاموشش میکنم و اینجا میارم که شما ببینید چه کوکوی. این اسمش کوکوی آشرشته دو شب، نه پنج شب مونده است. و قبل از اینکه بریم میخواستم بهتونش میدم حتی با دسراتون هم میتونین کوکو درست کنین. کوکوی این که تولده و کوکوی خورشت قیمه. خورشت قیمه هم یه خوده در مداغم شده، ولی خب کوکوش عالی میشه. خیلی ممنون از لطفتون، ایشالله تا برنامه آینده. قربان شما خانم خوشمزه.